و علی شیرازی از لندن همراه ما هستن. آقای شیرازی، از صحبت‌های امروز خامنه‌ای چه برداشتی میشه داشت؟ صحبت های امروز خامنه‌ای در واقع در دو جنبه بود. یک جنبه چراغ سبز نشون دادن به آژانس و در واقع توافق هسته‌ای، میدونید که در این چند روز اخیر صحبت‌های مبنی بر اینکه توافقاتی جمهوری اسلامی با آمریکا پشت پرده داشته برای اینکه به یک توافق موقت برسن، هرچند هم طرف آمریکایی هم طرف ایرانی در واقع اینو رد میکنن، اما گزارش منابع اسرائیلی نشون میده که این مذاکرات در جریان بوده و صحبت‌های امروز خامنه‌ای مبنی بر اینکه بریم توافق کنیم چراغ سبزی در واقع برای این توافقات. اما جنبه دومش اقناع افکار عمومیه، یعنی در واقع خامنه‌ای با این سوال مواجهه که طی 20-25 سالی که در واقع میلیارد دلار هزینه این در واقع تأسیسات اتمی و هسته‌ای شده، دستاورد اون برای ایران چه بوده؟ علاوه بر در واقع هزینه‌ای که برای ساخت خود تأسیسات شده، خب تحریم‌های بین‌المللی که به این واسطه بر کشور تحمیل شده بر اقتصاد کشور تأثیر شگرفی گذاشته، به طوری که الان تمام جنبه‌های اقتصاد ایران رو به ورشکستگی است. این سوال از آقای خامنه‌ای هست که این هزینه، این خرج برای چی رو دست کشور گذاشته شده. آقای خامنه‌ای خیلی سعی کرد توضیح کنه این قضیه رو که علاوه بر اینکه در پی ساخت بمب نیست، بخوان که در تأسیسات در واقع برق و همچنین آبشیرین کن، محیط زیست، کشاورزی و پزشکی از دستاوردهای هسته استفاده کنن. اما در این 25 سالی که از این موضوع میگذره، ما حتی یک دستگاه آبشیرین کن در کشور نمیبینیم که به واسطه تأسیسات اتمی کار کنه، یا با این همه مشکلات زیست محیطی که باش ایران دست به گریبان هست، حتی یک جا رو نمیبینیم که بواسطه دستاوردهای هسته‌ای جلوی یکی از این معضلات زیست محیطی گرفته بشه، یا در زمینه کشاورزی همینطور. و این سوال از آقای خامنه‌ای مطرح هست که اگر همین هزینه‌ای که برای تأسیسات اتمی کرد برای همین محیط زیست، برای آبشیرین کن‌ها، برای کشاورزی می‌کرد، آیا دستاورد بیشتری نداره؟ ضمن اینکه کشور تحت این تحریم‌های گسترده هم قرار نمی گرفت. آقای خامنه‌ای با فرار به جلو و مثال زدن های این چنینی سعی میکنه که در واقع توجیه کنه این هزینه گزافی که در چاه ویل تأسیسات اتمی ایران جسته شد. خامنه‌ای در بخشی از صحبت‌هاش در سخنرانیش تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح اتمی نیستش. چقدر این حرف رهبر جمهوری اسلامی اصولا برای جهان اصلا قابل باور هستش؟ خب در این رابطه هم آقای خامنه‌ای روی به قسم حضرت عباس آورده دوباره، یعنی به جای اینکه شواهد نشون بده که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست، اومده که میگه که نه، مثلا اسلام اجازه نمیده که ما دسترسی داشته باشیم به سلاح کشتار جمعی. اما اون چه که مسلمه، تأسیسات در واقع هسته ایران زیر نظر سپاه پاسداران داره فعالیت میکنه. اگر جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب نیست، چرا غنی‌سازی 80% میکنه؟ چرا چاشنی انفجاری در مریوان آزمایش میکنه؟ چرا در سایت های دیگه در واقع اورانیوم با منشأ مشکوک وجود داره؟ اینها سوالاتی است که باید به جامعه جهانی جواب داده بشه و خیال جامعه جهانی رو از این بابت راحت کنن که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست. خیلی کشورها فعالیت های اتمی دارن و به راحتی این کار رو انجام میدن و هیچ در واقع دردسری هم بابت این قضایا ندارن. اما جمهوری اسلامی چون از روز اول مبناش بر دروغگویی بوده، یعنی حتی همون روز اول که خمینی به ایران اومد گفتن چرا به وعدات عمل نمی‌کنی، گفت خدعه کرد. این خدعه کردن و دروغ گفتن به مردم و دنیا اساس کار جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای هست و از همین بابت هم است که جامعه جهانی حرف رو قبول نمی‌کنه و به دنبال اون هست که در واقع مدارک و مستنداتی به دست بیاره که نشون بده که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب نیست، که تاکنون به چنین مستنداتی دست پیدا نکرد. بله، علی شیرازی همکارم از لندن، ممنونم از شما.